پررنگ‌تر از قبل. دولت مردان رو در روی دوربین ها. هفته دولت بهانه گفتگوهای سری. پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری، ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در متن حاشیه، نوبخت سخنگوی دولت در نگاه یک و زنگنه وزیر نفت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر. مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و مبارزه با اونها محور صحبت‌های وزیر دادگستری بود. پور محمدی از ضرورت نظم‌دهی به نظام بانکی گفت و اینکه 62 میلیون دارنده حساب‌های بانکی 350 میلیون حساب بانکی دارن که 50 میلیونش وضع مشخصی نداره. حساب‌های بانکی که میتونه منشأ فساد هم باشه. یک شبکه‌ای که شناسایی شد در قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا دخیل بود، بیش از 12 میلیارد تومان در طول پیش خود فکر کنم 3 تا 4 سال گردش مالی داشتن. یه حساب 6000 میلیارد، یه حساب 2000 میلیارد، یه حساب 1000 میلیارد تومان. وقتی یه آدم 27-28 ساله یا 32-33 ساله سیکل محور اصلی این دوتا حساب بودند. خب ببینید، ایناست که کانون اصلی فساد و اینا رو باید ما کنترل و نظارت بکنیم. دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که میهمان متن و حاشیه بود، حاشیه های پررنگ تر از متن به جا گذاشت. ترکان ربط دادن واردات 400 میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات 15 میلیارد دلاری قاچاق رو ردگم کنی دونست و از آدرس های غلط وزیر صنعت گفت. این کانتینر رو کسی میتونه تو جیب شلوارش بذاره؟ میتونه با قاطر از کوهستان بیاره؟ این کانتینر چطوری میاد؟ ببین رد گم نکنیم ها. اونایی که اون کانتینر رو عبور میدن شلوغ میکنن برای 400 میلیون دلار کالای همراه مسافر که در 7 منطقه آزاده. گفت میسانتان پر میکنن شبانه میبرن بیرون. گیت داره، گمرک داره، نیرو انتظامی داره. چطوری شبانه میبرن بیرون؟ گفته با تریلی جنس میارن. مگه میشه بدون ثبت گمرکی بیاد؟ این آقای نعمت‌زاده این حرفا رو زده. میخواین راجع به نعمت‌زاده این نکاتی بگم؟ بفرمایید. خجالت میکشم. بنابراین من توصیه میکنم که آقای نعمت‌زاده بی هوا حرف نزن. یه جایی از کوره در میرم.